ما باید از شأن معلم و نقش معلم صیانت کنیم. کی صیانت بکنه؟ در درجه اول خود معلمی، یعنی معلم توجه کنه و بدانه که آینده کشور متأثر از همت او به حکمت اوست، بدانه که کاری که او داره الان سر کلاس انجام میده مخاطبش هر کی میخواد باشه، از کودک خردسال تا یه جوان 17-18 ساله، او داره در واقع آینده کشور رو میسازه. هر معلمی باید این رو احساس بکنه. این به او اعتماد به نفس میده، به او امید میده و به او انگیزه میده که بتوانه خوب کار خودش رو انجام بده، شأن خودش رو بالا بدونه. وقتی که شما خودت شأن خودت رو بالا دونستی، مردم هر چی فکر میکنن بکنن. انسان وقتی خودش فهمید، به معنای واقعی کلمه فهمید که چه شأن بالایی داره، که واقعا هم بالاست شأن معلمی، اون وقت این موجب میشود که از این شأن صیانت بشه و حفاظت بشه. دومین عامل آموزش پرورشه که باید در عمل معلمین رو مورد حمایت قرار بده. من خوشحال شدم از این گزارشی که البته نشنیده بودم من، راجع به مسکن رو نمیدونم چه و چه آقای وزیر درباره معلمین گفتن. این کارا باید انجام بگیره. البته مجلس و دستگاه های گوناگون مرتبط برنامه بودجه و دیگران هم باید کمک کنن. نگاه به آموزش پرورش نگاه یک دستگاه مصرفی نباید باشه، نگاه یک دستگاه زیربنایی باید باشه. یک دستگاه زیر، شما اگر چنانچه مبالغ میلیاردها خرج کنید برای اینکه مثلا یک سد بسازید یا یک مثلا بزرگراه بسازید، هرگز فکر نمی کنید که پولتون رو مصرف کردید و مثلا هدر دادید. آموزش پرورش به مراتب مهمتر از دستگاه های سازندگی دیگری است که در کشور وجود داره. اینجا جای سرمایه گذاری است. شما در واقع هرچی اینجا پول خرج میکنید دارید سرمایه گذاری میکنید، دارید زیربنا میسازید. اینو باعث همه، هم مجلس توجه کنه، هم دولت توجه کنه، هم سازمان برنامه توجه کنه و خود آموزش پرورش هم که توجه به این معنا داره. این هم عامل دوم برای صیانت از شأن و نقش معلم. عامل سوم دستگاه‌های تبلیغاتی هستند که باید فرهنگ سازی کنن. یعنی معلم شأن باید باشه، عمده به عهده صدا و سیماست ها. میتونید شما یه فیلمی مثلا فرض کنید که بسازید که وقتی انسان اون فیلم رو نگاه میکنه آرزو کنه تو اون فیلم معلم وجود داشته باشه، نقشی داشته باشه. وقتی انسان میبینه این فیلم رو آرزو کنه کاش که من معلم بودم. این کار کار لازمیست، این کار کار واجبیست. اگر چنانچه این کار انجام بگیره، حالا من گفتم فیلم، نه اینکه یه فیلم درست کنیم خیال کنیم که کار تمام شد، نه، اصلا این یک جریانی باشه که مرتبا به شکل‌های مختلف، به شکل‌های هنری معلم ترویج بشه، معلمی ترویج بشه، احترام به اکرام معلم به صورت یک فرهنگ عمومی در بیاد و در افکار عمومی اثر بذاره. این هم این، اگر چنانچه این شد اون وقت جایگاه معلم اعتلا پیدا میکنه و اینها.